درود به شما دوستای خوبم، هنگامه هستم، به آشپزخونه من خوش اومدید. امروز اومدم با یه صبحانه ترکیه‌ای، میخوام بورک پنیری درست کنم. اصلا هم فکرشو نمی‌کنین که چقدر میتونه خوشمزه باشه این بورک. اسم ترکیه‌ای این بورک هم دیلیملی پنیرلی سودالی بورکه، ولی من کوتاهش کردم اسمشو گذاشتم بورک پنیری. بریم برای درست کردنش. یه دونه تخم مرغ به اضافه 4 تا قاشق غذاخوری ماست، 1 خورده با همزن دستی بزنی تا 1 دست بشه. بهش 1/2 پیمانه شیر، 1/2 پیمانه روغن مایه و 100 گرم کره آب شده که ولرم شده اضافه میکنم. در حد 1 دست شدن هم میزنم. بهش اندازه 1 لیوان یا 200 میلی لیتر آب گازدار یا همون سودای ساده اضافه میکنم، بدون تم بچه ها، سودای ساده اضافه میکنیم بهش. حالا 2 تا پیمانه پنیر سفید رنده شده با 3 تا پیمانه پنیر پیتزای رنده شده به مایمون اضافه میکنیم. یه بسته 10 گرمی بیکینگ پودر هم میریزیم داخلش، اندازه 1 قاشق سوپ خوری میشه. 1 خورده همش میزنیم. بعد بهش 1 پیمانه جعفری خورد شده هم اضافه میکنیم. مواد بورکمون حاضره، حالا میذاریمش کنار. 5 تا خمیر یوفکای گرد لازم داریم. اصولا بسته‌بندی‌هاشون خودش 5 تاییه. حالا اینجا که 5 تاییه، فکر می‌کنم حالا تو ایرانم 5 تایی باشه اصولا، یا از ایران نگاه می‌کنید یا از جای دیگه نگاه می‌کنید. به هر حال ما 5 تا خمیر گرد یوفکا لازم داریم، یا همون نون گرد یوفکا. 2 تا لایه نون یوفکا رو باز میکنیم، از موادمون روش پخش میکنیم. خیلی نازک پخش کنید مواد رو. بعد 1 لایه دیگه میذاریم و به همین ترتیب 4 تا لایه این کار رو انجام بدیم. یعنی 1 خمیر یوفکا روش مواد رو پخش کنید، همینطور ادامه بدید تا لایه 4 رو. بعد از که تموم شد لایه هامون، خیلی آروم رولش میکنیم. خیلی فشرده نکنید موقع رول کردن، نیاز نیست که خیلی فشرده بشه، چون اگه خیلی هم فشرده کنیم لایه های یوفکا پاره میشه، چون خیلی نازکه دیگه این نونای یوفکا. حالا یه رول بزرگ داریم ما، این رول رو 3 قسمت تقسیمش میکنیم، 3 قسمتش میکنیم، برش میزنیم. هر کدوم از لایه ها رو داخل سلفون میپیچیم، میذاریم داخل فریزر 1 ساعت و نیم بمونه تا کامل خودش رو بگیره. بچه ها تست کنید توی فریزر که 1 ساعت و نیم که گذشت که کامل خودش رو گرفته باشه، یعنی خورده فریز شده باشه حتما، چون میخواییم این روله رو برش بزنیم سخت میشه اگه یکم فریز نشده باشه. من خودم راستش رو بخوام 1 ساعت گذاشتم، چون میگم از سر کار اومدم بعد تونتون یکم کارمو انجام میدادم، یعنی اگه این کار نمیکردم دیگه تا نصف شب کارم طول میکشید. به خاطر اون 1 ساعت گذاشتم داخل فریزر استراحت کرد، یکم اونجور که باید خودشو نگرفته. اگه 1 ساعت و نیم حتی 2 ساعت بذارید خیلی خوب خودشو میگیره. بعد آروم برش بزنید، بذارید توی سینی فرک کاغذ روغنی انداختید، حتما کاغذ روغنی بندازید بچه ها برای این بورکا.
حالا یه قاشق غذا خوری ماست به اضافه یه دونه تخم مرغ هم بزنید برای رومال بوریکا. رومال بوریکا هم بزنید روش با فرچه آشپزی، بعدش بذارید داخل فر 200 درجه که از قبل نیم ساعت گرم شده به مدت 45 دقیقه تا 55 دقیقه تا موقعی که کامل برشته بشن. بازم بسته به نوع فرتون نگاه کنید بچه ها، حواستون باشه به بوریکاتون. اینم یه صبحانه ترکیه یه فوق‌العاده خیلی لذیذ این بوریکا بچه ها، حتما درست کنید چون میدونم که از خوردنش لذت میبرید. یکم که از داغی افتاد سروش کنید و نوش جان. دیدید که امروزم خیلی ساده و شیک آشپزی کردیم، فوق‌العاده است طعمش، واقعا دارم میگم من اصلا فکر نمیکردم که انقدر خوشمزه باشه. مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستان حتما کانالم رو سابسکرایب کنید چون برای ادامه کارم باید حمایت هم کنید تا انرژی هم داشته باشم برای گرفتن ویدیو، چون واقعا عاشق آشپزی هستم، خیلی کیف میکنم چیزایی که بلدم با شما به اشتراک میذارم. یعنی من خودم هر چی رو که درست میکنم و مزهش رو دوست دارم برای شما هم درست میکنم. کامنت هم یادتون نره. دوستتون دارم و ویدیوی بعد هم دیگه رو میبینیم.